در همینجا زندگی میکنه رئیس. نشانی را که رئیس گفته همینجاست. امریکایی ها چه قسمی داره در بین خود جای دادن رئیس؟ اما قسمه که مافیا مرا جذب کرده بودن. آفرینشان به خدا رئیس. ای بزرگا خودشان پیرستن اما کارهای فوق‌العاده انجام میدن. دولت ترکیه از لحاظ ساحه خرد است، اما اگر از بیرون تماشا کنی یک دولت بزرگی است. خب پس چرا قسم مشکلات وجود داره؟ چون از ملت خود ترس دارن. نه چرا؟ و خاطر که جمعیت های متفاوت وجود داره. چه قسم جمعیت ها؟ جمعیت های کوچک. مماتی، یک دولت وقتی که به مدت 1000 سال حکومت کرده باشه، تو قبل از اینکه دولت به دست بیاری اول باید جمعیتش به دست بیاری، که یک قسم یک برنامه وقت زیادی را در بر میگیره. پس قسمی که معلوم میشه بزرگا در کار خود موفق هستن رئیس. اگر ما برنامه های ارون فیله را ناکام ساخته بتونیم، با موفقیت های کلان دست پیدا میکنیم. این همه به خاطر چی هست رئیس؟ چی به خاطر چی؟ رئیس، خانمت نفرت هست. تو عوض که از کارت منصرف شوی، هنوزم وطن و ملت میگی رئیس. نفر مرا کسایی که به مرمی زده افراد ارون هستن، و کسایی که عبدالحی خانم ما بندی کردن افراد او است. ما دیگه تحمل ندارم که تماشا کنم. خب رئیس، تو هیچ وقت ناامید نمیشی و خدا مرا متعجب ساختی. میشم، البته که میشم، اما وقتی که نفوذ دشمنایی وطن میبینم، وقتی از مصداقت اونا را میبینم، ما خودم بسیار زیاد میشرمم. اونا کارای ما را بسیار محدود ساختن. هنوز هم احمقای اجازه نمیتن که مردم ما نفسه راحت بکشن و در فضای صلح زندگی کنن. پس ما هم نمیمانیم که بدل خواد هر قسمه که خواستن ای کشور را اداره کنن، یا ای که کل اونا را در اتاق 11 متری در زندان میندازیم، یا ای که در قبر 2 متری. یک سانتی هم نمیخوایم و اضافه باشه، یک سانتی. سازمان دهشت افغانی یک انتقال بزرگ پیش روی داره. نشانیش کسایی که مواد مخدر انتقال میتن و کسایی که تسلیم میگیرن و تمامش موجود است. من شنیدم که بعضی ها مخالف تصامیم ما هستن و از دستورات ما سرپیچی میکنن. آقا ابراهیم ولید آمده. بگو داخل بیایه. شرف ززاغلو پیشنهاد ما را قبول کرد ابراهیم ولید؟ ما به شما گفته بودم که قبول نمی کنم. میگه که شریک خوش ندارم. میفهمه که شریک تو کی خواد بود؟ چون گفت خوشم نمی کسی شریکم باشه، از او خاطر. یه آدم بسیار کثیف است. من نمیفهمم که شما چرا امرش سر و کار دارین. من سر و کار ندارم بدری، تو سر و کار داری. یک روز باید کس تاوان این کار مواد مخدره بپردازه. از حال بگوین که آیا شما دو نفر به این جبران آماده هستین؟ نه خیر. پس بانین که این جبران ززا بپردازه.
من به شما با عنوان یک تحفه شراکت مواد مخدر سازمانم میتونم. ززا هرگزی پیشنهاد رد نمی کنم. تو هنوز نرفتی؟ کارم زیاد است عمر پدر. یعنی میخوایی بگویی که خانه رفته چه کنم بچم؟ شکر که همی کار است عمر پدر. اگر نیز بیکاری دیوانه خود شدم. من میفهمم که تو تنها کار کردن هم اتانی. تو به یک شاگرد ضرورت داری. نه میخوایم. نه عمر پدر. ما روزگار خدا با مشکل پیش میبرم. شاگرد گرفته چی کنم؟ از ای که همیشه خود رنج بتی. خوب است که با کسی دیگه باشی و بالایش قال مقال کنی. ای کار انسان راحت میسازه. ده ای موضوع شما چی هدف دارین عمر پدر؟ آقا حسین هم اشناسی؟ کدام آقا حسین؟ کارخانه که داره. او یک نواسه داره. وقتی او کارخانه داشته باشه پس چی ضرورت داره که اینجا به امرای ما کار کنه؟ به کارخانه او قدر نمیره. ای طور که از پیش ما خواهیش نمیه؟ میایه. افراد سازمان میخواستن که او پیش تو باشه. آقا حسین گفت اگه پیش تو باشه کسی او را گرفته نمیتونه. حتی جرات نمیکنن که به او نزدیک شون. او بچه امرای سازمان کدام رابطه داره یعنی؟ او یک بچه خورد از حکمت جان. ده ای سن کی میفهمه که سازمان چی است؟ امکان نداره عمر پدر. اگه اینجا به یگان گپ بزنه باز اعصابم خراب میشه. ناقمم یگان گپ میزنم باز هیچ خوب نمیشه. بهتر از آمدن به اینجا منصرف شوه. او قسم یک بچه نیست. بچه پدر کلان و مادرش دیگه چاره ای ندارن. پدرش مرده، خودش یتیم است. خوش داری که در سرکا باشه؟ عمر پدر، در فکر او وقت زهر سازمان تزریق شده و خودتان میگین که او را تداوی کن. باید بفهمین که من این کار را کده نمیتونم. او را باید خوب تداوی کنی. مشکل است؟ چرکی و کثافات تلویزیون و رادیوی مردم را پاک میکنی. باز وقتی میگم یک انسان را تداوی کن میترسی. او کار خودتان است. من در ترمیم تلویزیون میفهم و شما در اصلاح انسان. اگه پیش تو باشه باز زیر نظر ما میباشه. درست است عمر پدر، بیایه. بیازو درست بعد فرار میکنه. پس حال دیگه ضرور نیست که ناخم رای شما جنجال کنم پدر. خوش شدین نی پدر؟ از ای که سازمان شکست دادین. سازمان بیچاره یک شاگرد نو پیدا کرده بود که حال او را ما شاگرد گرفتیم. کسی که به حق و حقیقت ایمان داره به راه راستی و صداقت روان است و خواستار ای است که یک آخرت خوب داشته باشه، مجبور است که انسانهای دیگران به راه راست هدایت کنه و وسیله توفیق و راستگاری دیگران شوه حکمت. یک وظیفه مقدس است که خداوند به هر بنده خوب و پاک و با ایمان خود داده. اگر شطور از وظیفه خود رو گردان شوه، باز طبعا که موش بدونه ای که شرم و حیا داشته باشه خود سرکرده کاروان اعلان میکنه. پدر، خب این شطور موش چی است؟ یک موش خورد با یک شطور در یک دشت با هم قدم میزدن. موش خورد خود فراموش کرده بود و بسیار مغرور شده بود. همیشه وقتی تنامه بود بار با خود میگفت که ما چقدر یک موش قوی و پهلوان و زرنگ هستم که یک شطور کلان از تقریب من میایه. بلاخره موش و شطور در کنار یک نهر رسیدن. وقتی در کنار نهر رسیدن موش با تمام غروری که داشت حیران مان. بلاخره شطور که در تمام راه خاموش بود از موش پرسید: ای موش، تو خود تمام راه مرا همراهی کردی، چرا استاده شدی؟ بر موش گفت: کجاست شجاعتت ها؟ برونه از داخل آب تر شو. موش با آهستگی گفت:
رفیق، نهر بسیار عمیق است. میترسم که در اینجا غرق نشم. شطور گفت: ای موش، نمیبینی نهر عمیق نیست، نترس. موش بیچاره ترسیده بود. رو به شطور کرد و گفت: ای شطور هوشیار، نهر در مقابل تو مثل یک جوی خرد است، اما به ما مثل یک بحر بزرگ است. شطور گفت: این قسم که هست پس هوش کنی که دیگه دوچار غرور و کبر نشی. بسیار مواظب باشی که هوس نفس تو را مغرور نسازه. خداوند شخص متکبر هیچ دوست نداره بچم. پدر، موش کیست و شطور کیست؟ در این حکایت شطور به مثل یک شخص خوب و دوراندیش تشبیه شده بچم، و موش به کسایی تشبیه شده که متکبر و مغرور و همیشه در طلب منفعت می باشن، که انسان ها بعضن از روی نزاکت به این موش ها چیزی نمیگن. خدا میفهمه که انسان ها این قسم انسان های موش صفت ها چقدر تحمل میکنن و چیزی در مقابلشان نمیگن، اما صبرشان یک روزی به پایان میرسه. این موش ها را یا که غرق میکنن یا که از بین میبرنشان. از اینکه اینا را به ما میگین، چرا به خود او بچه نمیگین؟ مرا چرا دخیل میسازین پدر؟ نه بچم، تو را نمیگم. من میخوایم که او پیشت بیایه و تو به او چیزی یاد بده. وقتی کار یاد دادن نتانستی، باز من به کمکت میایم. وضعیتش چطور است دکتر؟ خب آقا، تا حال باید تداوی یک نتیجه مثبت میداد، اما کدام نتیجه به دست نآوردیم. چرا دکتر صاحب؟ خب واضح است که نمیخوای خوب شوه. صحنه سازی خو نمیکنه. شاید اگر میخواین که او خوب شوه، باید یک رای دیگر پیش بگیرین تا نتیجه بده. مرا دیده میتونین؟ کسایی که در اینجا هستن میگن که تو زندگی مرا نجات دادی. پدر، شما خوب هستین نه؟ دختر لوده، بس از دیگه اقدر زیاد گپ نزن. مرا چی وقت پیش خود میخوایی؟ هر وقتی که آدم شدی. ایره دفتن چی شد؟ شما پدر دختر با هم بسیار شباهت دارین. امریکایی ها شما را فریب دادن نه؟ وقت تو از چوکی بخیزی باز اونا را فریب میتیم. چرا بخیزم؟ چون ما با تو فرصت میتیم که تمام خوابایت به واقعیت تبدیل کنی. ما
به ای قسم وعده ها حتی انگشت خودم شور نمیتون فهمیدی؟ قدم ماندنه خوخی امریکایی هایی که شما را فریب داد ازشان انتقام نمیگیرین؟ از شما میخوایم انتقام بگیرم. هر امری که دارین آقا اسکندر بگوین اجرا میشه. ما از هیچ کس هیچ چیزی نمیخوایم. ما همه قدر چیزایی که دارم کافی است. وقت شما استراحت بودین تمام دوسیایتان افشا شد آقا اسکندر. چقدر وقت استراحت بودم؟ شما واضح گپ زدین ما هم باید واضح براتون بگویم. پول به اندازه زیاد دارم، قدرت کافی به اندازه دارم، مهمات به اندازه دارم، با اراکین دولت ارتباطم دارم. متوجه باشین که دیگه امرای امریکایا همکاری نکنین، معاملام نکنین، فهمیدی؟ درست است. کسره که ما کار داریم امی هست. شمشیر کوتا پیش تو است، بگرفتنش آمدیم. شما را کی روان کده؟ جاویدانه ها. همراهی ما بیا. رئیس تو هم اینجا باش ماماسه. درست است رئیس. بفرماین بشینین. به خاطر عبدالحی خانمت آمدی؟ اگه امکان داشته باشه از سری خونه موقعیت فیله را بفهمم.
اگه نشانی فیله را بگویم افشا میشم. میبینم نشانی عبدالحی خانم تا پیدا کده میتونه میانه. یک جای است که همیشه هر کسا گرفته اونجا میبرن. یک بار ببینیم که همونجا است یا جای دیگه. هزی که خودتا به خطر مواجه ساختم معذرت میخوایم. از همی خاطر خواستم. اگه افشا شوی باز؟ همو قسمه که تو مرگ مد نظر گرفتی و ده ای کار آمدی ما همی قسم. قسمه که شما قسم خوردین ما هم قسم خوردیم. میفهمی چرا نام مخفی ناجاویدان است؟ چرا؟ او کسایی که از خاطر وطن جان خود فدا میکنن همیشه جاویدان میباشن. یک کارخانه سابقه است. لوازم عملیات در او کارخانه می ساختن. در اونجا افراد زیاده هستن. همچنان افراد امنیتی هم هست. به احتمال زیاد هم اینجا هستن. ای که چند نفر هستن، موقعیتشان چه قسمه است؟ تمام اینا را با نقشه کارخانه یک جای چاپ کرده براتون میتونم. از ای که با هم معرفی شده ایم افتخار میکنم. ای را بفهمین که اونا از شما واقعا ترس دارن. تشکر. خب حالا بگو که رئیس بزرگا کجاست؟ نمیفهمم. چیز گفت؟ نه آقا. دکتر میگه اگه کم دگان فشار بیاریم باز حافظی خود از دست میته. وقت ما حافظی ملت پا کردیم باز به خاطر حافظی تو رحم میکنم. مقدارش زیاد کنین، خواست مرا پوره کنین. ما به خاطر خرید بیرون میرم. شما چیزو میخواین؟ یک چند دانه کتاب است. میشه که برام بخری؟ حتما. نامایش نوشتم میکنم. آقا انسال، به خاطر عملیات به یک گروه نیاز داریم. میشه که این گروه را آماده کنین؟ نشانی رنه موقعیت ملاقات میگم. از اونجا باز یک جای شده میریم. خب حال میگی که رئیس بزرگا کجاست یا نه؟ ده پیش دکتر
به پیش دکتر. کدام دکتر؟ دکتر کی است؟ صدای مرمش نمی؟ گفتم دکتر کی است؟ نفر پولاد است؟ باره نامش چی است؟ نام دکتر چی است؟ دل برین عادل نامه برم پیدا. دوست 55 لیره پول نقد میتین یا کردیت کارت؟ پول نقد. از افراد خاص ما یک گروه آماده کنن که به عملیات میرن. نشانی عملیات معلوم است آقا. وقت رفتیم باز خواد فهمیدیم. بچه شما آقا. بابا ابراهیم هم رای بدری فنجانجی آمده. آه بچه من همی بدری را هیچ خوش ندارم. چرا آمده؟ پس روانش کنم؟ کدام پاشا خونه ایست که روانش کنی؟ بگو بیا. بای وقت تو رفتیم و بسیار فکر کردم. چی فکر کردی بابا؟ ما هیچ شریک خوش ندارم. ما وقت با بدری گفتم که خوش نداره، باز بدری گفت که ما کجا و شریک شدن با بابا کجا. همه قسم گفتی فنجان جی. از ما شراکت نیست، زندگی زن و شوهریست بابا. من روزی رام خوش ندارم. تو فرام خوش ندارین بابا؟ من شیرنی را خوش دارم. یک اصال آوردن چه تو؟ از اصال کده شیرین.
ایچی هست که از اصال کده شیرین هست ها؟ داخل کشتی را من پر میکنم. شما فقط دفایده شریک میشین بابا. یعنی که چیزا نمیتیم؟ هیچ چیزا نمیتین. این کشتی مال از کجا پیدا میکنی بدری؟ اینقدر مال خواست پدرت برات نمانده؟ مال سازمان غصب میکنیم. من مال سازمان خوش ندارم. من نگفتم که شما غصب کنین، من خودم غصب میکنم بابا. شما خوش نداشته باشین. بابا این کارا رو خودت انجام میتی یا که دست کسی دیگه است؟ بازی گپای لودگی رو زدی خرس. بله بابا. جوهر جان با اینا کی گفته که من توفه را خوش دارم؟ تمام ترکیه می فهمه بابا. راز گفتی جوهر، راز گفتی. من نمی فهم ما را چی شده. حالا خدا نیک و مبارک کنه. مرکز افراد امنیتی در اینجاست، همچنان محافظین زیادی در اینجاست. دو نفر ما در داخل است. ای که ارون فیلر در داخل است یا نه نمی فهمم. همی که ما داخل شدیم و اونا از داخل شدن ما فهمیدن، هم عبدالحی و هم ابرو را از بین خاط بردن. کلگی باید از خبکان استفاده کنه. هیچ کس فرصت نتن که بالایتان شلیک کنه. از ما مرده و از اونا زخمی نمی خواهیم. اورهان، همی که ما داخل شدیم اونا نباید یکیشان هم داخل شوه، فهمیدی؟ و نه کسی از ما خارج شوه. اورهان درست است؟ انشالله که هیچ کس از پیشم نخواد من رئیس. همینجا خود ثابت بساز اورهان. رئیس کجاست؟ نمیفهمم. گفتم رئیس کجاست؟ نمیفهمم.
پیش برو. عبدالحی، ابرو اینجا سو، اینجا سو، شما این طرف ببینید، اینجا سو، ماده اینجا سو، دروازه رو باز کنه. نه نه این رده پیش موتر ببر. اتحاد میشه آقا. پلیس باید از طریق مخابره اعلان کنه مرکز سازمان دهشت افغانی محاصره شده. بگوین که اگه عملیات بزرگ را اندازی شده بود، نام امریکایا باید در هیچ رسانه نباشه. فهمیده شد؟ فهمیده شد آقا. حالا دیگه عبدالحی کجاست؟ رفت. گفتم عبدالحی کجاست؟ رفت. او احمق یک آدم از زخمی است. کجا رفته میتونه؟ انتقالش دادن. دا کجا؟ بردن که در گوشه بندازنش.